اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بخل، یعنی حالتی که انسان امکانات رو در اختیار دیگران نمیذاره، پول نمیده، علم یاد نمیده، آدرس و بلد نمیگه، اطلاعاتی لازم دارن نمیده و و هرگز حساب نکنند اونایی که بخل میکنند به اون چی که آتاهم الله من فضله. امکاناتی که انسان داره در دنیا حتما خدا داده، و ما بکم من نعمت فمن الله. حتی شما میپرسند آخ یامون شهری بر کجاست بلدید، اینم خدا بکنه. حالا من در خودم میگه کجاست، خب بگو کجاست. این ماشین الان گیر کرده تو کوچه، همین توانی که میتونی حل بده اینو خدا بهت داده، خب حالا کمک کنیم بنده خدا رو. آتاهم الله من فضله، خدا این توان رو داده شما، کمک مال و ثروت خود خمس بده، زکات بده، به هر کمکی که هر خیری به کسی آدم میتونه برسونه. خیال نکنن وقتی نمیرسونن براشون خوبه، بلکه براشون شره. ما با همین امکاناتمون باید آخرتمون تأمین کنیم. خب نکردی، خیرت هم به دیگری نرسید. در شعر میخوند اون آقا میگفتش که اگر کسی به شعر در سایه لطفت نیازود، به گیتی کار دیواری نکردی. خب راست میگه، زیرست دیوار خود سایه از طرف راحت میشد. بعد قیامت سه و توقون ما بخلو به این پولا سروت ها اینا رو توق میکنن، اونجایی که واجب بوده و میبایست بکنه و نکرده یوم قیامت. بعد هم که هممون میریم، آخرش همه میراث آسمان و زمین مال خداست. والله به ما تعملون خبیر. میخوام اینجا ببرم اتون تو سوره تغابن. سوره تغابن سوره 64 قرآنه. بله، اون وقت آیه ای رو از اونجا بگم و بعد. بله میفرمون 556. این سوره تغابن که یک ورقه به این قرآن ما، نزدیک آخرش، به چهار خط مونده به آخر، پنج خط. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاتقوا الله ما استطعتم. حالا اینکه دستور، هرچه توان دارید تقوا به خرج بدید. واسمعوا و اطیعوا، گوش کنید، اطاعت کنید. و انفقوا خیرا لانفسکم. حالا ما رو انفقوش کاریم، انفقوا یعنی هزینه کنید، این خیری را و ثروت و مال و امکانات میان خیر برای خودتون. و من یوق شح نفسه، و کسانی که از بخل و حرص خویشتن مسون بماند. شح نفس یعنی همون بخل، کسی که نگه داشته بشه از شح نفس. چجوری نگه داشته بشه؟ خودشو تربیت کرده، به خدا پناه برده، ایمان داره، واجبات عمل میکنه، به مستحبات دل بسته، بالاخره نمیذاره این بخل شح نفس همونه جلوگیری بکنه. فاولائک هم المفلحون. گفتش که تو طواف کعبه بودیم، من واقع شده بودم کنار امام ششم، آقام داشت طواف میکرد. گفت دیدم آقا هی به خدا میگه خدایا من از شح نفسم نگهدار. امام ششم تو طواف به خدا، که خدای من، یعنی خدایا یه جوری نکن من بخیل باشم و خیرم نرسه به مردم. حالا هرچی هست، ببینید مطلب قابل توجه ها. امام ششم حتما نه بخیله و کارش داره میکنه، اما اینکه اینجور به خدا پناه میبرند مطلب خیلی بزرگه. و من یوق شح نفسه. حالا اگه بیم تو اجتماع مختلف با افراد برخورد میکنی، گاهی اوقات از مغازه داری میپرسی آه مثلا کجا کجاست، با روی خوشی گاهی هم میاد بیرون دوام میسته، آدرس میده،
به خودم نگاه میکنه شما درست بود. گاهی اوقات هم نگاه میکنه بله. یه نفر که اونجوری هم نکرده میگه حوصله سر خورده. خب بیکار. و افراد مختلفن. ببینید چی میشد که حالا از این اطلاعاتش برای این استفاده. روایت دیدم که اگر کسی آدرس از کسی بپرسه و اون شخص آدرس خوبی به این بده، ثواب 20 تا حج تو پروندهش می‌نویسه. اینقدر تشویق دارن میکنن. خب آقا بلدی خوب بگو دیگه. بلکه یه نفر وقت گذاشته داره تعلیم میده، وقت میده، خب دارم تشکر میگین آقا این باید بلد بشه ببره اون محلش تحویل بده دیگه. من خیلی طولانی پلو این آقا پلو اون آقا درس خونده، حالا آیت الله سعیدی من خیلی پلوشون درس بابا با بند خدا به اون شخصیتش خب منم تو حالا سه روم نیم ساعت یه ساعت حالا اضافه ترش که حالا باز دو مرتبه وقتی دیگه حالا غیر از دیگه خب مسئله آقای دیگه آقای خب ببین منت میگذارن لطف میکنن حالا برای خودم حالا اگه تبلیغ بشه باز اون به او بگه او به او بگه. یه جلسه داشتیم این کنار مجلس شورای ملی، این ساختمان قبلی، حالا این ساختمان تخریب شده، ساختمان نو. اون آقای دکتر دیالمه قضیه مال سال 62 اینا مسنهای به حساب ارتشی بودن، دکترم بودن. یه 5-6 تا از این رئیس بیمارستانا که اکثرشون هم ارتشی بودن، رده های سرتیپ و اینا، تا دکتر و رئیس جمع کرده بود پنجشنبه ها. اتحاد تعداد دیگه هم اضافه شده بودن، چه تقریبا 12-15 نفر بود. حالا از ما دعوت کرد که شما پنجشنبه به اینجا نماز بخون، تعلیمات دینی. گفت شما اینجا پرستار تربیت میکنیم، رسمی بود، دولتی بود. حالا جلسه داشتن با هم. خب ما میرفتیم، ظهر هم بود، ظهر که نماز بخوندن. بعد من کشف کردم که تو مریض خونه ها مثل که زود نهار میخورن این رئیس رو اصال، چون میدیدم که نهار خوردن مثل که 11 اونیم اونجا نهار شده میخوردن میبود. البته سر میز شکلات اینا چیز بود، چیزی که کسی گشنش بود بخوره. حالا قرآن و تفسیر و ترجمه و مسئله و اینها، اون آقای دکتر میبودی بود. بعد فهمیدم هم خودش رئیس دانشگاه است، هم زنش، هم خودش مطب داره، هم زنش. گاهی خاطر من الان برم خونه عین اینا رو تحویل زنم میدم. خوب گوش میکرد و و و ببینید از این یاد بگیرم به اون بگن، اون یاد بگیره به اون بگه، اصلا همینجور بس پیدا. حالا این مسئله علمش اینجوره. خب مال ثروت هم همینطوره. بعد امکانات در اختیار کسی است، این صفتی که این امکانات رو اونجور که خدا فرموده در اختیار دیگری بگذاریم. بعد اون آیه اول که تلاوت شد سوره بله آل عمران، بله آیه 108، بله لا یحسبن الذین یبخلون. خیلی رو این قسمت توصیه میشه در شهر مقدس. ببینه این تربیت ها رو مؤثر میذاره. ببینه سخاوت یعنی این که انسان دستش باز باشه، دلش باز باشه، دست بده داشته باشه و اصلا دوست داشته باشه این حالتو. روایت دیدم که سخاوت یه درختیست تو بهشت، شاخه هاش تو دنیا آویزونه. وقتی کسی سخاوت به خرج میده به یکی از این شاخه ها چنگ زده، اگه شاخه هر ویله نکنه تا آخر عمر حتما تو بهشت میکشدش. چه قشنگ برای اون تعریف کرد. میگه نمیخوام تش از بهشت سر بیار بیاری، شما سخاوت رو از دست نده اون شاخه میکشده تو بهشت. باز من روایت دیدم و قبل از اینکه اون روایت رو بگم اینو بگم، مؤمن محال بره جهنم، مؤمن اهل بهشته، کافرم محال بره بهشت، جهنم. این بحثی توش تو بهشت یه دونه مؤمن پیدا نمیشه، توی جهنم یه دونه مؤمن پیدا نمیشه، تو بهشت هم یه دونه کافر. اینو داشته باشیم یقینا. فرمودن اگر کافری سخی باشه به بهشت نزدیکتر از مؤمن بخیله. این صفت بخل اینقدر خطرناک، آخرش این مؤمنه رو کافر میکنه، میرفسه تو آتشون. و این صفت سخاوت اینقدر خوبه که آخرش این کافر رو مؤمن میکنه تو بهشت. خیلی صفت خوبیست.
خب ببینید اینو چه بکن. اولا خب یه سری مسائل مالی داریم تو شهر که مال خمس و زکات و خب تو رساله ها بکن. شما مازاد درآمد تو خب باید خمس بدی خب چه تکلیف انجام بده. زکات حالا ما شهرنشین ها خیلی گرفتار نیستیم ولی شهرستان ها چرا خب گندم و جو و مویز و خرما و شطور گاف بسن زکات هم مطرح اونا واجبات میاد. الان ما رمضان تموم میشه زکات فطر میاد وسط که خب باید داد حالا اون زکات. یه مطلبی تو انفاق باز هستش خرج زن و بچه. بله خوب انفاق خوبی تکلیف همگان دیگه. کسی زن میگیره خرج زنش باید بچه‌هاش اگه ندارن پدر مادر اگه نداره اینا واجبات کاره. کارمندی که برات کار میکنه یه حقش رو بدی. مثلا حبس حقی که از گناهان کبیر است. یعنی اگه بناس مثلا هشت شب حقوق بدی و داری و هستی نزا هشت و یه دقیقه این بند خدا منتظره کار کرده باید بویست زبونو بده بره. تو نقخ ها شنیده میگن کارگر عرقش خوش نشده پودر بز کرده توصیه کرد. اینم از واجبات خوب حق و بداری. حالا اگه بناس بعدم بدی سر وقت. یک کسی که همطور کار دهش داره یعنی اون که تکلیف واجب انجام بده بعد حالا مستحبات مطابق توش تمام. یه چیزی تو این قرآن پیدا شده با منطقهای ما انسانها سازگار نیست فقط در قانون وحی آسمان میخونه و اون اینی که قرآن در سوره طلاق میفرماد و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. کسی که وضعش تنگ میشه الان باز شد جلو من صفحه 559 آخر آیه است وسط های آیه است لینفق ذو سعه من سعه و من قدر علیه رزقه دیرش نوشته آنها که تنگ دستند از آن چه خدا به آنها داده انفاق کنند. اما کمه به چه تعلیماتی داره داده میشه من قدر علیه. امام حسین فرمود بدید اگر دارا باشید دادن کمش نمیکنه اگر ندار باشید ندادن زیادش نمیکنه. به این حالت بخشش اینطوری که تعلیماتی میشه. امام زین العابدین اون مأمور مالی ایشون عرض کرد که آقا پول تمام شدش. آقا فرستادن حالا 1000 دینار درهم قرض کردند و صدقه دادن قرض کردن. فرمودند خدا به من میگه و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. حالا که دستم تنگه قرض میکنم صدقه میدم راش باز شه برام. امام هشتم ساعت 9 صبح به اون کارمندش فرمود که صدقه دادی توصیه شده بود صدقه بدن هر روز. من کرد که نشد و دیر شد و میدیم و اینا عصبانی شدن. فرمودن چگونه امید داریم خدا به ما روزی بده ما هنوز صدقه ندادیم. به چه کلاسیه بده دست بده. میگم بده بسون. اگه هی بسون بسون کسی نداره بده. هی بده بده ندن نمیشه هر دوست. ببینید چه تعالیمی داره داده میشه چه مسائلی. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه حالا پیغمبر که در رأس یا درآمد هم خیلی داشتن درآمد های حال هرچی خدا براشون میده اینقدر به این بده به اون بده به اون بده به اون بده به اون بده که یه وقتی از زهرا فرمودن علی جان اهل خونت هم یه فقیر حساب میکردی یعنی تو خونه هیچیش نرسید. اینجوری دهش در کار بوده اینجوری دادن ها بوده رسیدگی ها بوده. اصلا اینجوری شد که ایمان آمد باورها آمد قبول کردن این پیغمبر شما. خدا البته وسیله کرد براش خدا خواست زن به اون ثروتمندی آمد زنش تمام ثروتش هم در اختیار قرار داد. کجا رفت اون ثروت خدیجه؟ چه شد اون همه ثروت عظیمی که دولت ایران و همیه رو اینا خواستگاری کردن از ایشون به خاطر سر همه شو دادن به مردم. دادن های درست حسابی ها دادن های حساب شده. بله رفت
حتی تو شعب ابی طالب دیگه همش رفت، انقدر گرفتاری بود و اینا. اینا موندش. الان آقای توسلی برای ما از هی بودجه عربستان، حالا درست غلط کارشون، بودجه مسیحی ها، بودجه آمریکا، آقا بی پول نمیشه، بی مایه فتیره. تو کفرم بخوای تبلیغ کنی باید پول بدی، و این اسلام هم همینه. اون پولا رفت. دانشمنداتون گفتن که اسلام رو سه چیز راه اندازی کرد: پول خدیجه، خوش اخلاقی پیغمبر، شمشیر علی ابن ابی طالب. بعدها این علامه مجلسی خیلی زحمت کشید اینم اضافه کردن، گفتن قلم علامه مجلسی. کاپ ببینیم این داستان دهش و اینا. یه آقای با من مکه بود سال 53، بار اولش هم بود آمده بود، خیلی جوان شوخی هم بودش. بابا من روز شد خود مکه یه مای طول میکشه دیگه، یه حالا هر جور تعریف که آی خاطر ما بله یه جمعی بودن، حالا میگم ما اینه یکی شیشون، میگم نه دینی نه نماز هیچ، کارهای مبل و از این چیزا بودن. گفت هم کاری ما داشتیم از ما مسندر بود با فاصله 20 سال 30 سال بیشتر، به شیخ میگفتیم سابقا اینه که خب محاسن داشتند و اهل نماز و اینا بودن ناشه. میگفت واقعا به همه ما میرسید کار این بگه کار اون لنگ، آخه تو کارهای فنی هنری لنگ میشه طرف، وام میگرفت مثل که ما بچه‌شیم داداششیم مثلا. محبت، خب این محبت میاره چون که خاطر من نماز نمیخوندم متا زور که میشد میگو بریم نهار. گفت در مسجد که میرسید با من گفته چیه همه اهل من میان که سه نماز بخون، که حالا بخاطر بریم نماز حالا بالاخره با هم بیستدیم بیادش. گفتش که مثل که هنوز موقعیت نبود که به ما بگه بیا نماز یا آشاش رو با کار. گفت یه روز من رفتم تو مسجد آب بخورم که این دیر کرد، رفتم بابا تو مسجد بعضی این کاسبام هستن، فلان کسی آشنا میدونم. دنیا اینطوره، وقتی بری تو مسجد پول داره هم میبینی، ارتشی هم میبینی، فقیر هم میبینی. گفت برام خیلی این اون مسجد میادش اون. بعد گفتی خب نه صورتی میشود این خور کجا، دلمون نم شد که ما هم نماز بخونیم. گفت بعد کشیده باش دونه دونه تعریف میکرد از چه کاری چه جوری کرد دست فرقیم. گفت آی خاطر ما رو به این روز انداختین الان اومدم مکه او باعث شده. گفت رفتم پناه آی علم الهدا خمس بدم، آی علم الهدا از آقایون بزرگوار. گفتش که به من گفتش که خمس داده دادی. گفتن آیا خدا من خیلی خودم رو نگه داشتم، مال کسی رو نخوردم، من دیناری داله به کسی ندارم. گوه حالا حساب کرد و فلان اینا. ببینید اون محبت اون شخص، اون وقت گذاشتنها، حالا یه دونه که تو را آورد و جمعیت دیگری رو و جمعیت دیگری، این همون انفاقیست که دارن میگن. از هنرش مایه گذاشت، از اخلاقش گذاشت، میگفت وام برامون میگرفت، گاهی کم داشتیم خب من کم میکردم میگیرم قرض و اینا. ببینید چه جوری خداوند خب واقعا داره کار میکنه. به خدا یه چه کسی چه ثواب عظیم میبره. یه تعریف کرد دفعه برام این چه خوشمزه است. گویی محلی که ما کار میکردیم کارخونه چیز داشت، مبل و چی اینا درست میکرد، البته تبلیغ میکرد به اون رفقا میگفتش که تهران اومدید، البته دیگه مغازه دار بودش، مبلاتونو بیاد من بخرید، مبلای من منت کشی نیست، مال خواب تخت خواب. اون میگه منت کشی چیه؟ گفت من تخت خوابم وسیعه، اگه زن و شوهر قهر کنید اون میره اونور نمیخوره پاهاتون به هم. میگه اینا که تنگه ما خواهر، میگم منت کشید اینا مال ما منت کشید. گفتش که جمعه ها میان حساب میکنن، اینا که جنس از این از زور میارن داخل فروشگاه. گفتش که این خواهرش اومده بود این صاحب مغازه، اونا تصادف خواهرش اونجا بود. گفت بی خودی اینا زمان سابق الان الحمدلله تقریبا از بین رفته، فوش زیاد میدادن از اخلاق اینجوری. حالا چه که برگشته از چیم گفت آمده حواسش نبود این زنه، گفت خواهر چی فلان، آه ببخشید شوهر خواهرش میگو اینجا، گفت این چیش کن فلانو، گفت ای بابا این حواسش نیه شوهر فلان، هی اینو میشون اینو میخواست کتک کاره بکنه، هی بگو بابا دوتا مال تو رو نگفت اونی که گفت بیش برو بگو اما خواهر چی گفت بگو مصیبت دو که هر بده گفت بگو چیزی که دعوا نشه. حالا خوشمزش این بود بابا اون یکی رو گفت مال تو رو نگفت باشه. حالا این چه آدم خوشمزه. گفتش که این کار خونه ما اون روبروش یه خونه بود چند طبقه
سر نقش گوی یکی از این مراقب مبلغای بهایی بودش. خب می دیدمش با تصمیم برفت و اعلام بود و باش داختیم گفتم گوی دیدم که جاندار می آمده چه لهجهش هم تقریبا ترک و ایناست. آدرس منزل اونو بپرسید تا به ما هم رسید و خب ما بلد بودیم گفتیم منزلش اینجا. و حساس شدیم ببینیم جاندار برای چی اومده و یواشاش پشت سر این رفتیم ببینیم چی. گفت در زد این پسر دختر داشت از اون بالا اومدن گفتش که آره این من یه مبلغ رو حالا میگفت عددش یادم رفت آخه اون وقت مثلا 3 تومن یا 5 تومن زیاد بودش. آره من پول به کدا ماشین سوار شدم هی گفت 5 تومن خرج کردم چقدر اینا تا مثلا اینجا پیدا کردم. آره ایشون مسافرت اومده و ماشینش تصادف و اینه بود چی شده دوید رفت اون خواهرش اومدش بیا ببینیم دو کار من 5 تومن خرج کردم. گفت انقدر گفت 5 تومن که 5 تومن آخرش دادندش هی گفت خرج کردم تو گفت 5 تومن گذاشت جیبش با یه سنجاق بس گفت مردی یه تصمیم مرده بوده نه واسین اول بگم مردن نمیده گفت حالا گریه و آدرس داد که رفتن گفتش که کار کشته بود میدونست اگه بگه مردن کسی چیز نمیده هی پولر که گرفت گفت زنگ گفت مردی گفت تصادف کرده مردی گفت بعد تحقیق کردیم دیدیم اجا واسدن بین را قضا بخونن یا از وقت خون اومد و بیا و خری ماشین بسته حالا اون تو عالم خود حالا برگردیم ببینید این داستان سخاوت این حالت این که آدم دلش بخواد این کمک کردن ها این که خیرش به کسی برسه شرش به کسی نرسه خب این ورش هم هست توصیه های خیلی زیادی شده خیلی انقدر تو رفتار معصومین بود که جلب توجه میکرد چقدر اینا مهربانن چقدر مثلا مردمی هستن چقدر خیرشون به همه میرسه. یه دونه یهودی تعریف کرده گفته بوده که من بیرونای کوفه بودم یهودی بوده گفت شنیده بودم اسم علی ابن ابی طالب و اسلام هم وقتی از سلی کوفه بودم اینا خون میشنم گفت بیرون کوفه داشتم میبینم تو کوفه با یه آقای همراه شدیم گفت فقط من میدونستم این مسلمانه نمیدونست این علی ابن ابی طالب گفت این فاصله که مثلا گاهی راه ها اونجور بود دیگه مثلا گاهی نصف روز راه میبادن گفت باقی دیدم به خیلی آدم خوش اخلاقیه به خیلی کمک میکنه مثل که مثلا برادر کوچیک من باشه به قدر محبت هم چون مثلا خیلی خوش هم باید مثلا از آدم خوش اخلاقی آدم گفتش که تو صحبت ها گفت که من کوفه میرم گفت ما کوفه نمیرفتیم قبل کوفه یه جایی میرفتیم قبل داخل کوفه باشیم و اینجا که رسیدم من رفتم همون سمت که بخواستم برم دیدم ایشون هم داره میادش و دیدم گفتم این که گفت من کوفه میرم چرا این ور میادش یه خوردم چیزی نگفتم و بعد گفتم شما گفتید من کوفه میرم گفتم بله ولی پیغمبر ما فرموده که با کسی همراه میایید یه مقدار بدرقش کنید ای گفتم ای آقا برگرد من فکر کردم شما حواست نیست یا میخوایی بیایید نه خیلی ممنون خب بعد پیش گفتم که ببین آقا من کوفه میام گاهی کار دارم تو خیلی آدم خوبی هستی کجای بیام سریت بزنم گاهی فلان محل بیام من اسمم ابوالحسن یه نفر اومده یهودی همون نزدیکای خونه هست علی یه ترس میگه آدرسو ولی مثل که نمیشناسه یه کسی گفت تو کیه میخوای چی فهمید گفت بابا این امیرالمومنین این رئیس مملکت هم آه گفت این که تو میگوی اسم و اینو همینجاست از اون چند قدمی که یهو دید هست علی رو آور نزدیک گفت هست علی مثل که داداشش که 6 ماه نیده دیدش پا شده احوال پرسی و بهبه و کجا آمده اینه که دوتا رفیق گفت در جا مسلمون شد و شیعه شد ببینید چه اخلاقی چه محبتهایی چه رفتاری توی همین صدا سیما بودیم یه آقای مسن بود یه کمی تو حرف زدنم میلرزید بدنش او تعریف کرد خودش صحبت میکرد گفت من پشت همین شبکه وقت صحبت میکردم داشتم مثال میزدم گفتم علی شده این قضیه و علی ابن ابی طالب یه دفعه آمد بیاد مسجد حالا مثلا قبل از ظهر بوده که به من نماز برسه یه یهودی پیرمرد کوچه می آمد کوچه ها تنگ بوده خیلی بزرگ یه به خاطر اینکه از این یهودی جلو نزنه به خاطر سنش پیرمرده به احترامی نشه پشت سر این می آمد اونم یواش را می آمد ولی تحمل کرد با اینکه خود دیرم شد تا اون رد شده این رفت تو مسجد که مثلا تو کوچه جلو نزن گفت بعدش که ما این تعریف کردیم گفت بعد زنگ زدن خونه ما
گفت صدای پیرمردی بود. گفت آقا من یهودیم، خیلی اثر کرد این حرف شما رو من. علی ابن ابی طالب نه به نفر که دینش نیست بود تو کوچه برای که احترام این حفظ بشه جلو نزده. گفت آقا من قبول، من مسلمون شدم. ببینید آقا اخلاقیات چقدر اینقدر تو روح اثر میذاره. خب بله خیلی همین صرف. حالا چی میشه که همین آیه که الان ایشون خوندن، خیال نکنه آدم اگر امکاناتی داره، خیال نکنه که اگر نده به نفعشه به ضررشه. لا یحسمن، خیال نکنه. حالا هر امکانی داری، هر کاری ازت میاد، هر چی میتونی. یه دانشجویی برای من تعریف میکرد، میگفت شما آمریکا بودیم کجا یک درس خوندیم اینا. گفت یکی از این استادا، گفت یک کمی هیکلش چاق بود و قدش هم کوتاه بود، خیلی رده علمیش هم بالا بود، گفت اینقدر با این بچه‌ها رفیق بود که اصلا مثل داداش میدونستن. گفت وام می‌خواستیم دنبال اون میامد، گرم می‌گرفت اونجا چای می‌خوردیم، بفرمون میشست می‌خورد و هم می‌رسیدیم مثل رفیق. گفت قدری دوستش داشتیم، می‌دونه اصلا پناه ما بود تو دانشگاهی. گفت رده‌اش هم خیلی بالا بود، مثلا اون تو اینا خیلی حساب می‌کرد. ببینید این اخلاقای اینجوری حتی روی این بچه مسلمان ها. حالا اگه یه مسلمان اینو داشته باشه، اینجور محبت، اینجور رسیدگی، اینجور مثلا چه اینا مطلوبه ها، کاری که از شما میاد در هر چی که میادش، کاری به کسی یاد بدیم، گرمی بگیریم، حالا هر چی هر جوری. اینو من بگم امشب بس باشه. مرحوم آشغالفز خونساری برای من تعریف کرد. یا آقایی بودن بعدها من خب اول با این آشنا بودم، بعد رو آقا مصطفی صالحی ایشون سال 63 تو جبهه ها شهید شدش، شاگرد آقای سعیدی بود و معمم هم شد و خیلی هم تبلیغات میکرد، خیلی هم کار میکرد. خیلی یهو میشنیدیم که مثلا فلان عدد زیاد 4000 تا نم پتوی کثیف از جبهه آورده، یه حمامی رو اجاره کرده، قم چند تا گرفته، شب تا صبح شسته پتوها رو خوش کرده، باز فرستاده برفت کار. حالا کارا اینجوری هم میکرد، حالا تبلیغات، تبلیغات دینی هم خیلی میکرد. ایشون بچه دهی بود بالای اون ده ما. این آقای خونساری خوب از مجتهدین علما بودن، منم اول بار اونجا آشنا شدم باشون. ایشون رفته بودم تو محل، خیلی احترام میکردم مردم. گاهی تابستونا که میومدن مثلا یه روزی نهار دعوت میکرد، یه روزی مردم هم خیلی احترام میکرد. یه بچه بوده دیده بود این آقا رو خیلی احترام میکنم، از دور اومده بوده نگاه میکرده که این چجوریه. آقا تنها بوده دیده بود این بچه مثلا دور نگاه میکنه، بیا جلو بیا اسم شما چیه؟ اسمم مجتبی است. بارک الله بارک الله به به. گرم گرفته بوده باش. حالا یه بقدی تو روحیش اثر کرد که علاقمند و علاقمند و بیا تهران اصف آخون جو بود. حالا تو جواب هم شهید شد. آه یه جایی بین همی که خوش اخلاقی کرده، همی که مایه گذاشته، همی که برای خدا جو آدم اونجوری بود. ببینید یه های زندگی رو متحول میکنه. بس باشه نمیشه، انشالله خدا دستمون رو بگیره و خدا کمک و این پرونده هامون رو از این قبیل پر کنه انشالله. خدا نکنه جوری باشه کاری از ما بیاد و نکنیم. خدا توفیقات هممون رو زیاد کن. خدا به این آیه ها جواد آقا عوض بزرگ بده. اللهم صل و سلم علی رسول و آل